به نام خدا، علی اکبر محمد شفیع هستم از مجموعه PLC1. در خدمت شما هستیم با آموزش نرم افزار لوگوسافت کامفورد شرکت زیمنس آلمان. خب همینطور که توی نرم افزار میبینین، ما این قسمت میخوایم در مورد اجرای سخت افزاری ورودی های آنالوگ توی لوگوی زیمنس خدمتتون توضیح بدیم. خب من اومدم دو تا ورودی آنالوگ رو اینجا در نظر گرفتم، آنالوگ اینپوت 1 و 2، و اومدم یه دونه مقایسه‌گر اینجا گذاشتم که این دو تا مقدار رو میاد با هم دیگه، دو تا ورودی آنالوگ رو با هم مقایسه میکنه. آف رو گذاشتم مثلا 350 و آن رو گذاشتم 480، یعنی 480 بیشتر که شد بیاد برای من خروجی Q1 رو روشن کنه، زیر 350 که شد بیاد چیکار کنه؟ بیاد اونو خاموش کنه. خب این برنامه رو من نوشتم، دانلود کردم روی سخت افزارم. تنها کاری که اومدم اینجا کردم چی بوده؟ اومدم اینجا به من گفته که شما آنالوگ اینپوت 1 و 2 در واقع I7 و I8 است. من اومدم اون ورودی آنالوگی که به صورت ولتاژی داشتم رو اومدم به I7 و I8 وصل کردم که این یه آداپتوری هست که میاد این ولتاژ رو برای من ایجاد میکنه. الان میبینید که الان این مقدارش روی عدد 260 هست. ما گفتیم روی 480 اگر شما اومدین باید روشن بشه. خب اومدم چیکار کردم؟ توی خروجی اومدم گفتم خب حالا که Q1 رو شما میخوای روشن بکنی، اومدم تغذیه این لوگوی 8 رو دادم به این، به صورت اومدم وصل کردمش به این. شما بیاین چیکار کنین؟ شما بیاین این لوگوی 8 رو مثلا وقتی که Q1 روشن شد بیاین باش روشن کنین. یه راهش این بود که من مستقیما میتونستم به این به Q1 یه دونه مثلا فاز یا نول وصل بکنم و نول یا فاز این لوگو رو بهش بدم. یه راهش هم اینه که مثلا اومدم چیکار کردم، اومدم گفتم که خب Q1 بیاد اول یه ریلی رو اینجا فعال بکنه و این ریلی طرف دیگه این ریلی بیاد و یکی از حالا فاز یا نول یا مصاد منفی 24، الان اینجا تغذیه این لوگوی 8مون 220، یکی از فاز یا نولاشو بیاد برای ما سویش کنه. خب الان من برنامه رو اجرا میکنم، شما ببینید که به چه صورت این برنامه کار میکنه. پس نکته این برنامه در واقع همون آنالوگ اینپوت 1 و آنالوگ اینپوت 2 هست که اینجا شما باید از I7 و I8 استفاده کنید. خب من میام چیکار میکنم؟ من میام این مقدار رو اضافه میکنم. الان مقدار شده چند؟ شده 380. هنوز به اون 480 هنوز نرسیده. الان که شده 480 این رله فعال شده و اومده چیکار کرده؟ تغذیه این لوگوی ما رو وصل کرده و لوگوی 8مون روشن شده. حالا گفتیم عکس این قضیه، یعنی اگر بره پایین و به 350 برسه. خب الان من یه مقدارش رو کم کردم، شده چند؟ شده 380. خب 380 هنوز به 350 نرسیده. یه دونه دیگه کم میکنم چه اتفاقی میفته؟ میشه 260. این رله من غیر فعال میشه و من میبینید که لوگوی من خاموش میشه. دوباره اگر من مقدار رو اضافه بکنم، ببینید رله روشن و لوگوی منم به این صورت روشن میشه. پس با آنالوگ اینپوت 1 و 2 به این صورت یه مقدار ولتاژی رو اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم وصل کردیم به این ورودی آنالوگ لوگو و باهاش اومدیم یه خروجی رو به این صورت اومدیم فعال کردیم.